رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. خسته نباشید، من خیلی ممنون از برنامه های جالب خیلی عالیتون. آقای دکتر، من از تورنتو کانادا تماس میگیرم. حدودا 8 ساله به کانادا اومدم، 37 سالمه و ترانسکشوال هستم، ولی هنوز عمل تغییر جنسیت هم انجام ندادم. فرزند اول هستم از یه خانواده دو نفره، یعنی سه نفره، چون پدرم فوت کردن و یه دونه برادر 7 سال از خودم کوچیک‌تر دارم. آقای دکتر، من توی رابطه‌ای بودم 6 ساله که تقریبا رو به اتمام هست و تو طبق صحبت‌های شما با ایرانی نه با ایرانی یا کانادایی یا کسی مال کشور دیگه؟ با پسر ایرانی. اوکی. ایشون چند سالشه؟ ایشون 3 سال از من کوچیک‌تر هستن. خب این رو چگونه، شما این نوع رابطه رو چگونه توجیه میکنید با توجه به ویژگی جنسی یا هویت جنسی که دارید؟ خب ایشون از روز اول اطلاع داشتن و مشکلی هم نداشتن و ظاهراً تمایل جنسیشون به اینجور افراد یه مقدار بیشتر از حالت طبیعی. برای خب این تمایل جنسی شما رو به عنوان یک دختر نگاه میکردن یا یه پسر نگاه میکردن؟ به عنوان یک دختر، چون من سال هاست تو پوشش دخترانه هستم. بسیار. و حتی هورمون تراپی کردم، از لحاظ ظاهری و برآمدگی های سینم کاملا تغییر شکل داشتم، ولی طبق تحقیقاتی که کردم و طبق سرچه‌ای که کردم و کلن به طور کل بهتون بگم، هنوز از لحاظ عقلی متقاعد نشدم که بعد از عمل من زندگی راحتی خواهم داشت. یعنی نه. اگر روزی امکان جانم، نه اونو بذارید برای بعد، من هنوز متوجه نشدم. منو میبخشید برای که ذره در خصوص صداتون مسئله. شما بر حسب ظاهر پسر متولد شدید یا دختر؟ پسر متولد شدم. و هنوزم که به هر حال تغییرات یا جراحی هنوز عمل اصلی رو انجام ندادم. خب بنابراین این آقا پسر در ارتباط با یک کسی است که بر حسب ظاهر در یه زمینه‌های به عنوان دختره، ولی در مسئله اصلی و اساسی که برمیگرده به حالت تناسلی شما هنوز پسرید. دقیقا. خب اون وقت نوع رابطه جنسیتون برای ایشون عادی بود؟ خیلی عادیه، در حالی که من با توجه به صحبت‌های شما و تمام شنیدن صحبت‌های شما، ایشون 6 سال با من بودن، هیچ مشکل سکسی هم نداشتیم. الان هم اگر اجازه بدم هیچ مشکل نخواهد بود، فقط طبق گفته شما که هیچ فرندشیپی بعد از ریلیشنشیپ جور نه با اون میرسیم. بذارید من هنوز یه چیز رو مشخص کنم، آیا این رابطه جنسی دو طرفه بود یا یک طرفه بود؟ یک طرفه کاملا. اوکی. بنابراین ولی ایشون فکر نمی کنن که خودشون چیزی که من متوجه شدم، آقای دکتر، ایشون خیلی تمایل زیادی به دختر خانم ها ندارن. خب همین میخواستم ببینم آیا شما ایشون رو بایسکشوال یا هموسکشوال میبینید؟ میدین خودش رو میدونه یا نمیدونه؟ من احساس میکنم بایسکشوال هستن، ولی اینقدر که از رابطه با یه ترانس عمل نشده لذت میبرن، من فکر نمیکنم از یک رابطه ای که دختر باشه لذت ببرن، چون نه تلاشی میکنن که این کار انجام بدن، نه زیاد در موردش صحبت میکنن و نه خیلی هم براشون آنچنان جذابیتی داره که مثلا بارها خیلی جا من دقت کردم مثلا به هیچ دختری هیچ توجهی نمی کنن. و یه 3-4 نفر کلن رابطه جنسی توی زندگیشون داشتن که اکثرنشون شبیه به من بودن. اوکی عزیز، یعنی همه شون در واقع. ایشون چه مدتیست که کانادا هستن؟ ایشون از همون 6 سال پیش که رابطه‌مون شروع شد، از طریق یکی از دوستانمون داخل کشور ترکیه با هم آشنا شدیم و به محض ورودشون به کانادا، چون یه مدت 2 ماهی با هم در ارتباط بودیم از طریق اسکایپ و حالا تلفن، ما از همون موقع رابطه‌مون شکل گرفت. ولی به تازگی حالا
و اثر یه سری مشکلاتی که به وجود اومده میگن که من رابطه نمیخوام و بهتر من و شما با هم دوست باشیم، سکس داشته باشیم، بیرون بریم، رفت آمد داشته باشیم، به قول معروف با هم دیگه رستوران بریم، خرید بریم، ولی شما به من نگو که چی کار بکن یا چی کار نکن یا کجا میری یا چی کار میکنی. نه آخه اون که قصه دیگر این شکلی نبودم. نه اونو متوجهم. آخه ببینید، اگر حرف ایشون این است که با هم باشیم، رابطه جنسی هم داشته باشیم، ولی تو به کار من کار نداشته باشه، بس مثل دختر و پسری است که به همسرشون میگن ما رابطه‌مون رو با هم حفظ بکنیم ولی من یا آزادی عملی میخوام. این آزادی رو حالا در حوزه داشتن رابطه با کسای دیگه هم میخوان از شما یا نمیخوان؟ نه تا حالا صحبتش نشده. خب پس چه اهمیتی داره؟ آقای شما پس شما بهشون برای چی بهشون میگی کجا میری کجا میری؟ شما چی کار به این کار داری؟ من قبلا نداشتم آقای دکتر. از 10 ماه پیش که ایشون با یه عده از دوستاشون آشنا شدن، با یه عده ای که دوستای جدید هستن و ظاهرا اینجوری که طبق گفتهای خودشون متوجه شدم این افراد در مورد افراد ترانسکشوال و هموسکشوال هیچ دید خوبی ندارن، ایشون دیگه یه مقدار به قول معروف نمیدونم حالا اسمش میشه گذاشت ترس یا خجالت یا هر چیز دیگه ای که انوان کنند که با یه همچین شخصی مثلا 6 سال توی رابطه بودن. واقعیتش آقای دکتر این که چه اتفاقاتی تو ذهنشون افتاد که یه دفعه بعد از 6 سال رابطه خیلی خوب و صمیمی و عالی یه دفعه بعد از 10 ماه اینقدر تغییر کردن، من نمیدونم. هر دفعه در آخه مسئله اونه کردم. آخه مسئله اون عزیز، یعنی مهم اینه که چرا ایشون میخواد رابطه رو به این سمت و سو بکشونه. حدس گمان شما چیه؟ ایشون به من میگن که شما خیلی از من قوی تری، شما یه نفری میخوای که از خودت بزرگتر باشه، بتونه بهتر منیج کنه زندگی رو، چون تقریبا میتونم بگم در اکثر مواقع من زندگی رو مدیریت کردم توی 6 سال و نمیدونم آقای دکتر چرا واقعا. نه صبر کن، نه به من بگید از نظر سطح بگم. نه صبر کن، از نظر سطح مدرک علمی یا آگاهیتون و یا درآمدتون کجا قرار گرفتید؟ هر دو کار میکنیم. من متاسفانه به خاطر مشکلاتی که داخل ایران برام پیش اومده بود و خب تقریبا میتونم بگم با یه خانواده جنگیدم، با یه سری افراد دور و برم جنگیدم و انقدر مشکلات برام پیش اومد که خب زمانی هم که دانشگاه داخل به قول معروف ایران قبول شدم، پدرم اجازه ندادن من به یه شهر دیگه برم و ادامه تحصیل بدم و زمانی که 25 سالگی از ایران خارج شدم و مدت 2 سال خورده ایم ترکیه بودم و وقتی رسیدم داخل کانادا دیگه تقریبا یه فرد خسته ناتوانه، میتونم بگم حتی کم حوصله یا حتی افسرده که نه من دنبال چرایی نیستم. نه ببینید عزیز، من اصلا دنبال من میخوام بینم، نه صبر کنید، من اصلا دنبال این بودم که ببینم مدرک دانشگاهیتون با هم چه تفاوتی داره، درآمد کدومتون بیشتره. من اصلا مهم نیست نوع کارتون و چرا تحصیل کردید یا نکردید، چون ببینید من می‌خوام چون شما مصاحبه کنید، چون مثلا اشاره کردید به اینکه مدیریت این رابطه رو من می‌کردم، برخی از اوقات این مدیریت همراه هست با توانایی و یا مثلا درآمد شما که 3 برابر ایشونه، ولی یه زمانی هست که نه، ماجرا این نیست. من هدف این نیست که ایشون قبلا توی یک سال و نیم اخیر درآمد من و ایشون یکی بود، تقریبا برابر بود. اخیرا توی یک سال اخیر درآمد ایشون یک مقدار بیشتر شد. اوکی، مثلا حالا پس اونم نیست. خب حالا حدس و گمان شما واقعا چیه؟ یا خودش اصلا ببینید حرفایی که شما میزنید میتونه آدما از یک کسی بعد از این مدتی سرد بشن، رابطه رو نخوان، همونطور که آدم ها ای بسا ازدواج کردن 4 تا بچه دارن جدا میشن. خب شما چرا مسئله جد خاله؟ خب شما یک موضوع این است که ایشون میخواد جدا بشه، دو پرسش این است که چرا، و شما میگید ایشون حرفی نمیزنه، یا شاید حرفی میزنه، حرفا برای شما قابل قبول نیست. یعنی اگر الان ایشون روی خط بودن، تمام صحبتی که ایشون میکنن اینه که ما با هم عین سابق باشیم، حتی تا دو زمینه سکسی، چون از لحاظ رابطه سکسی هنوز بعد از 6 سال بسیار بسیار این رابطه عالی انجام میشه و هیچ خدشه‌ای درش وارد نشده. ولی اینکه دیگه من حالا تو این 10 ماه گیر دادم، چرا با این دوستا رفت آمد داری فلان، یا وقتی که این دوست ها دوست دختراشون رو میارن بیرون
خب تو هم میتونی منو ببری بیرون و با هم دیگه بریم، ایشون نمیخواد در این زمینه. خب خب تو خیلی نه ببینید، این درست مثل شما که این مراحل رو پشت سر گذاشتید میدونید بسیار از اوقات ممکنه یه فردی در اینکه بخواد با شما دوست باشه مشکلی نداشته باشه، ولی نمیخواد شما رو به خانوادهش معرفی کنه به دلایل تمام خانوادهشون کاملا نه عرض من این نه توجه نکرد، میگم شما خودتون این مراحل رو گذروندید، آدمایی بودن که از اینکه با شما دوست باشن نزدیک باشن مشکلی ندارن، ولی مایل نبودن شما رو به خانوادهشون معرفی کنن چون میدونستن خانوادهشون نسبت به این موضوع حساسن. خب ایشون هم یه چند تا دوست پیدا کرده که متوجه شده نسبت به این موضوع و این نوع روابط حساسن، نمیخواد شما رو اونجا ببره. درسته. خب این که دلیل نره شما به هم بریزید. من واقعیتش طبق گفتهای شما که مثلا خب هر کسی توی رابطه هست بعد شخص اول زندگیت باشه، مثلا این حرف رو ازش میخواستم. آخه معلوم نیست رابطه در اون حد باشه عزیز. آخه شما ببینید شما درباره این شرایط ما با هم زندگی کردیم، خانوادهش رو میدونن، خانواده من میدونن، خواهر برادرشون از من از لحاظ ظاهری قابل تشخیص نیستم، ولی خواهر برادرشون نو مطلع کردن از این موضوع و متوجه شدن و یعنی مردم عادی که شما رو میبینن به عنوان یه دختر میبینن 100%. خیلی از موقعها شده زمانی که همکارام یا کسای دیگه متوجه شدن شاید یکی دو روز در بهت و ناباوری بودن که اصلا ما فکرش رو نمی کردیم، فکر می کردیم شما یه دختر موبولند روسی هستی یا اروپایی هستی یا همچین چیزی، اصلا ایش کدومشون نمی تونن خیلی وقت خب حالا بنابراین ایشون الان شما ببینید شما بیاد از این مرحله بگذارید، یعنی اجازه بدید ایشون شما رو به این گروه از آدم ها معرفی نکنه. خب شما چرا فکر میکنید این یه اشکالی داره و میخواید رابطه رو شما چرا میخواید تموم کنید؟ به خاطر اینکه توی این 6 سال توی این 5 سال گذشته غیر از توی حالا 5 سال خورده گذشته هیچ شخص یا هیچ کسی رو به من ترجیح نمیدادن، یعنی همیشه ترجیح اولشون این بود که ما همیشه با هم باشیم بیرون باشیم و خب انقدر این رابطه جدی و چیز شده که تمام دوستای مشترکمون، خانواده هامون، فامیل من، بعضی از اقوام ایشون همه ما رو ببینن به چشمه مثلا به قول معروف دوست دختر یا دوست پسر یا حالا هر چی که بشه گذاشت، ولی تو این 10 ماه اخیر یه دفعه‌ای من میبینم که ایشون رفت آمد با این افراد رو ترجیح میدن، یعنی اگر من ایشون رو نیاز داشته باشم حالا به یه هر دلیل ولی حالا یه پلنی داشته باشم با این دوستانشون اونا رو ترجیح میدن. حالا چند نفرن؟ اونا چند نفرن؟ یه حدود 4-5 نفری میشن. پسر هم یا دختر؟ همشون هم دختر دارن و ایشون هم بهشون گفته که منم دوست دختر داشتم ولی ازشون جدا شدم. یعنی اینا 4-5 از پنهانی از این افراد میان مثلا سر میزنن میریم بیرون رفت آمد داریم اینا که من تقریبا یواش یواش دارم قطعش میکنم تمامش میکنم. خب ایشون یعنی با 4-5 پسر دوستن، مرد دوستن، درسته؟ بله دقیقا که همشون هم دوست دختر دارن. حالا شما چرا فکر میکنید که ایشون شاید درباره هویت جنسیش یا نقش جنسیش یا نیاز جنسیش داره تغییری به وجود میاره؟ حدسش رو زدم، خیلی هم رو راست ازشون پرسیدم، سوال کردم، ایشون میگن من اصلا انقدر فکر میکنن از زندگی عقب افتادن که در حال حاضر خیلی تمایل دارن به کار و زندگی اینجور چیزا بچسبن. چیزی که خودشون میگن اینجوریه، من مطمئن نیستم که آیا این اتفاق افتاده یا نیفتاده. خواه شما بعد از این مدت ازشون اگه... که خیلی صادقانه پرسیدم ایشون میگن که نه همچین چیزی نیست، اگر بود که خب من میرفتم و چه نیازی داشتم که بخوام با شما سکس کنم و چه نیازی داشتم که بخوام بیام الان بشینم با شما مثلا فیلم تماشا کنم یا یه همچین که همچین جوابهایی به من میدن. نه قبول، ولی میگن چی برای چی میخوام برم یا اینو میخوام، چرا اونا رو ترجیح میدن به... چرا اونا رو ترجیح میدن به شما؟ نمیدونم، من واقعا نمیدونم، من اگر میدونستم که خیلی خوب میشد، یعنی یه سری دعواهای اخیر داشتیم که نه آخه عزیزم صبر کنید، ایشون چی میگن؟ جانم نه ایشون چی میگن؟ میگن تو چرا به جایی که با من باشی میخوای با اونا باشی در حالی که من میخوام با تو باشم؟
ایشون حرفی که میزنن اینه که من توی مدت 6 سال همش کار کردم توی کانادا و همیشه با هم بودیم، الان میخوام یه زندگی رم داشته باشم که با دوستای خودم باشم. آقای دکتر، من نمیتونم قضاوت کنم یا بخوام از طرف خودم به قول معروف حکمی صادر کنم، ولی متوجه احساس میکنم، احساس شخصی و درونی خودم اینه که یه دفعه ای بعد از یه مدتی با یه جمعی آشنا شدن که خیلی داره بهشون خوش میگذره داخل این جمع و نمیخوان خدای نکرده این جمع رو از دست بدن، حالا اگر حتی دلیلش من باشه. به هر حال یه ترجیح دیگه. ببینید عزیز، مردمی هستن که با یه کسی رابطه دارن، بعد به دلیل مهاجرت، به دلیل درس خوندن، به دلیل تمایلات به کسای دیگه رابطه رو به هم میزنن. خب شما اگر ناراضی هستید از آنچه که هست، خب میتونید رابطه رو به هم بزنید. وقتی میگید پس بذار رابطه، طبق حرفای شما این رابطه رو تمامش کردم، یعنی خب روزهای سختی رو سپری میکنم ولی غلبه کردم بر اون حال، چون کلن شخصیتا زمانی که داخل ایران بودم و چه داخل کانادا اینا کسی نبودم که تحت هر شرایطی تن به هر چیزی بدم، خیلی جنگیدم، مبارزه کردم، متاسفانه نتونستم تحصیلاتم رو ادامه بدم، ولی تا به الان نه لب به سیگار زدم نه متوجهم. خب حالا برام پرسشتون از من چی عزیز؟ اگر پرسش من اینه اصلا یعنی یه تا به امروز من آقای دکتر در مورد عمل تغییر جنسیت خیلی مصمم بودم که این عمل خیلی مشکلات بسیار بسیار زیادی داره و با توجه به کسایی که همراهشون رفتن مونترال و عمل کردن و تقریبا 10-15 روزی ازشون پرستاری کردم، متوجه شدم که در نهایت یک عالم مشکل ممکنه سر من حواشه، یعنی ممکنه، شاید هم نشه. خب ولی از زمانی بله آقای دکتر داشتین سوال میپرسید. آره من اولین پرسش من، چون من نظرم رو خدمتتون میگم، فقط به من اول بگید خود شما تجربه‌ای که در جهت این تغییر جنسیت و جابجایی ها داشتید حداقل خودتون به چه نتیجه ای رسیدید عزیز؟ ببینید آقای دکتر، من کلا چون توی زندگیم فردی نبودم که بخوام، حالا شاید شما بگید توضیحات اضافه، ولی کلا فردی نبودم که خودسرانه یا ناعقلانه دست به کاری بزنم. خیلی در مورد این موضوع تحقیق کردم و خیلی با دکترهای مختلفی صحبت کردم و اتفاق نظر دارن اکثرا که اگر آنچنان مشکلی نداری با این حالت، در این حالت موندن بهتر از اینکه عمل تغییر جنسیت رو انجام بدی، به لحاظ فیزیکی، به لحاظ مشکلاتی که بعد از عمل ممکنه به وجود بیاد، به لحاظ اینکه ممکنه کیفیت سکسی که در انتظارش و فکرش هستی رو اصلا نداشته باشی، یا حالا مشکلات و چیزایی که از لحاظ پزشکی ممکنه هی به مرور زمان برات پیش بیاد. در نتیجه من به یه تقریبا نظری پیش خودم تو این چند سال اخیر رسیدم، چون تو ایرانم چندین بار رفته بودم دنبالش و تا جاهایی هم پیش رفته بودم، ولی با توجه به صحبتهایی که با دکترها کرده بودم منصرف شدم. یعنی من ترجیح میدم شاید یه جاهایی مجبور باشم برای یه عده‌ای توضیح بدم که مثلا من ترانسکشوال هستم و تغییر جنسیت ندادم، ولی اگر قرار بشه من عمل کنم و یه سری مشکلات پزشکی و روحی برام به وجود بیاد، یا اون به قول معروف چیزی رو که ازش انتظار داشته باشم به وجود نیاد، میترسم خیلی به همم بریزه. در نتیجه تصمیم گرفتم که تا زمانی که از این عمل اطمینان 100% رو پیدا نکردم که هیچ مشکلی در آینده بعد از عمل برام به وجود نمیاد، این کار رو انجام ندم. خب خیلی برچسبان به هم دادن که شما اینجوری هستید اونجوری هستید، گفتم من هرچی هستم همینم، حالا شما میخواید منو بپذیرید به عنوان یه شخص یا دوست یا همراه یا فرزند، یا اینکه نپذیرید. من نه آخه صبر کنید، آخه با تغییر جنسیت که این نوع نگاه ها یا نظر ها یا عقاید که عوض نمیشه، برخی از اوقات بدتر هم میشه عزیز. ببینید عزیز، بذارید من خدمتتون بگم، اولا جراحی که داره در این زمینه ها صورت میگیره بسیار پدیده پیچیده ایه، برخی از اوقات مراحل مختلفی داره و بعدم با وجود پیشرفت‌هایی که در این زمینه شده، احتمال اشتباهات یا به هر حال نارسایی‌ها
و یا اصولا آماده نبودن کل بدن برای این دگرگونی ها و تغییرات بسیار بالاست، و بعدم به هر حال مدت طولانی گرفتاری رو با خودش خواهد داشت، در نتیجه به مقدار زیادی به عنوان یه جراحی به اصطلاح میجر سرجری، یه جراحی سنگین سخت که ساعتها وقت میبره، و بعدم حالا با توجه به نوع تغییر ای بس و چند بار باید اتفاق بیفته وجود داره، با خودش مسائلی رو داره و گرفتاری ها رو داره. اشکال کار دیگر در اینه که عزیز، که من اونجا بیشتر باش مسئله دارم، هیچ وقت این جا به جایی فرد رو از به هر حال پسر به دختر یا دختر به پسر به صورتی که طبیعت این رو طی میلیون ها سال تاریخ تکاملش درست کرده پیش نمیبره، و برای جنبه ها و حالات بسیار مختلف و متفاوتی رو حتی سکشوالیتی در انسان داره، اینکه به کدام سمت و سو کشیده بشم نامشخصه، و غالب اوقات خود فرد ممکنه مسئله‌ای باش نداشته باشه، اما دیگرانی که با او در ارتباطن، حالا برخی از اوقات از سر کنجکاوی و یا به هر حال نشون دادن یه مقدار تمایلات شاید برخی از اوقات ماجراجویی میان، ولی بعدش اون احساسی که قاعدتا باید پیدا بشه و مثلا دو طرفه باشه و همراه و هماهنگ باشه اتفاق نمیفته. بنابراین من بسیاری از اوقات با دوستانی که تو این زمینه اقدام به این تغییر جنسیت دادن حرفشون این بوده که من هیچ وقت از جانب فرض کنید دخترها به عنوان مرد یا از جانب پسرها به عنوان زن یا برای بیشترشون اصلا پذیرفته نشدم مگر یه گروه خاصی، و اونم گفتم غالب اوقات کوتاه مدته. خب این نشون دهنده اینه که بعد از تازه جراحی که موفق باشه و عیب و ایرادی هم نداشته باشه، خود این مسئله که من یه روزی پسر بودم حالا از این بابت دخترم یا دختر بودم از این به بعد پسرم، از نظر دیگران گفتم ای بسا از یه درصد بسیار بالایی، نه اینکه ای بسا نگاهی دارن، تعصبی دارن، قضاوت بد و منفی دارن، ابدا، همطور که شما ممکنه این پسر رو یا این دختر رو ترجیح بدید، این پسر یا دختر رو دوست داشته باشید، پسر و دختر دیگر رو دوست نداشته باشید، به عنوان یک انسان باش راحت نیستن. بنابراین این تصور که من میرم دختر میشم یا من میرم پسر میشم و تمام، مطلقا نیست. تازه بر حسب ظاهر هم با وجود همه توانایی ها و پیشرفت هایی که در جراحی شده، بسیاری از اوقات مسئله بر حسب ظاهرم آشکار و مشخصه، و با خودش خیلی از اون مراحل رو در جهت ایجاد ارتباط و لذتش یا اورگازم و کلایمکسش هم نداره. یعنی میدونید همه اینا گرفتاری رو میتونه به وجود بیاره، و به همین جهت است که من در وقت تراپی وقتی با دوستانی مانند شما روبرو میشدم، قضاوت نظرم و حرفم این بود که بر اساس آنچه که من میدونم که خیلی نمیدونم، من ترجیح میدم همون گونه که متولد شدید خودتون رو نگه دارید، حالا هر گونه تصمیمی برای رابطتون میگیرید اون رو که یک گروهی هم مانند شما هستن یا یه چنین ارتباطاتی رو میپذیرند و میپسندند با اونا باشید، و این محدود بودن در حقیقت جمعیتی که شما در مقابلش هستید اصلا از نظر ارتباطات انسانی مسئله ای نیست، چون شما احتیاج به یه نفر پارتنر یا رفیق همراه دارید، و این مهم نیست که این جزء 1% جامعه یا 5% جامعه یا 50% جامعه هستن. این همون چیزی است که فرض کنید اقلیت های مذهبی در کشورهایی که اینا وجود داره، با وجودی که ممکنه 2%، 1%، حتی 0.5%، 1 یا 1 در 1000 جمعیت یک کشور رو تشکیل بدن، خود اون مردم در داشتن رابطه و ازدواج با مشکل روبرو نیستن که کمبودی حس کنن، چون مسئله یافتن یه نفر ماجرای 500 نفر که نیست. بنابراین من اصلا توصیه اون رو بهتون نمی کنم عزیز، یعنی معتقدم و حرفتون هم درسته، هم جراحی مسئله است، هم بعد از جراحی اون نتیجه‌ای که مورد انتظاره اصلا در قالب موارد نمیتونه پیدا بشه، و تازه ای پیدا بشه هم از نظر خودتونه، از نظر اون کسی که از این به بعد با شما در ارتباط قرار میگیره غالبا به این راحتی اون افراد پیدا نمیشن. یعنی در اینجا نوع انتخاب
مثل اینکه شما برگردید بگید من میخوام با یه ایرانی مثلا فرض کنید اصفهانی که فیزیک خونده و بچه دومه و پدر و مادرش در آلمان زندگی میکنن ازدواج کنم. یعنی باید انقدر شرایطی رو شما به وجود بیارید که ای بسا یه نفرم پیدا نشه. میدونید اشکال کار من در اینه که من باش خیلی راحت نیستم عزیز. و بعدم من فکر میکنم همون گونه که به هر حال این اتفاق افتاده و به عنوان یه واقعیته، همون وضعیت رو بر حسب ظاهر حفظ کنید، ولی خودتون درگیر کار تغییر جنسیت با همه ضررهاش، خطرهاش، و بعدم اون معمولا نتیجه نامطلوب هست. حتما بفرمایید. آقای دکتر، من تا همین چند یکی دو ماه سه ماه پیش که این مشکل با سی رابطه‌ام به وجود اومده بود، دقیقا نظر شما رو داشتم. یعنی معتقد بودم که اصلا نباید این کار انجام بدم، به دلایلی که در موردش تحقیق کرده بودم، نه فقط از سر این که به قول معروف چه خواهد شد و چه نخواهد شد و به قول من، یعنی واقعا تحقیقاتم رو انجام داده بودم و خیلی هم خوشحال بودم. با توجه به دو تا رابطه ای هم که توی داخل کانادا و داخل ایران داشتم که هر کدومش 6-7 ساله بودن تقریبا، چه بسا اگر اون من ایران رو نذاشته بودم و بیام، شاید هنوز رابطه ایرانم خیلی پابرجا بود، چون اونم یه آقا پسر خیلی محجوب و خوبی بودن و من خیلی هم دوستشون داشتم، ایشون هم خیلی من دوست داشتن، معتقد دیگه 100% شده بودم. ولی یه مقدار شک و تردید به هم دست داده بود که شاید به خاطر این موضوع باشه که خوشبختانه تو صحبت‌های الان شما من جواب خودم رو گرفتم و همچنان دوباره مصمم شدم که نه، همونجوری که خودم فکر میکردم درست بود و نیازی به انجام این کار برای نگه داشتن یه نفر اصلا نیست. نه ببینید عزیز، من وقتی که حدود سال 50 سال قبل یا شاید کمی هم بیشتر من اومدم امریکا و اتفاقا وارد شهر لس آنجلس شدم و خاطرم از اون زمان تعداد کلینیک هایی که عمل جراحی رو برای تغییر جنسیت انجام دادن فراوان بود، یعنی به اندازه زیاد بود. بعد این بار وقتی که آمدم و یه تحقیقی کردم، دیدم نسبتش حتی 10% قبلم نیست. بعد رفتم سراغ یه مقدار مطالعات علمی مثل کاری که شما کردید و متاسفانه با یه واقعیت بسیار سخت و تلخی روبرو شدم که اون بیشتر من اذیت کرد و اون این بود که بسیاری از کسانی که این تغییر جنسیت رو دادن متاسفانه میزان و آمار مربوط به خودکشی هاشون اصلا یه چیز غیرعادی شده بود. یعنی افراد همجنسگرا ای بسا مانند متوسط مردم ممکنه ماجرای خودکشیشون همون در حدی باشه که کل پاپولیشن یا جمعیت هست، اما وقتی به کسانی که رسید که عمل جراحی رو انجام دادن و در عمل جراحی هم مشکل خاصی پیدا نشده به دلیل اینکه اونگونه که فکر میکردن پذیرفته نشدن، تازه بیشتر و بدتر به هم ریختن و بنابراین از نظر روانی مسئله اصلی و اساسی اینه که من هیچ توصیه‌ای برای چنین کاری نمی‌کنم عزیز. بله من خودم کاملا به این موضوع رسیده بودم طی چند سال اخیر و حتی میگم حالا به عنوان مثال یه نمونه‌ش میگم، بعضی از ترنسایی که عمل کرده بودن به من میگفتن که تو ممکنه گی باشی که اصلا نمیخوای عمل کنی، هرچی من توضیح میدم که مثلا بابا خیلی مشکلات وجود داره این شکلی من حاضر نیستم کل زندگیمو درگیر این موضوع کنم، ترجیح میدم به عنوان یه فرد عادی تو جامعه زندگی کنم که پذیرفته بشم که پذیرفته نشم. و حتی در نهایت جواب من این بود بهشون که حالا من یه پسر به دنیا اومدم و دوست دارم کاملا دخترونه زندگی کنم، در پوشش دخترونه، حالا شما اسم اینو هر چی میخوای بذاری بذار، میخوای ترانسکشوال بذار، میخوای هموسکشوال بذار، میخوای پدیده عجیب و غریب بذار، هر چی میخوای اسمشو بذاری بذار، اصلا برای من مهم نیست، من میخوام به عنوان یه فرد عادی تو جامعه زندگی کنم. که خیلی هم موفق شدم آقای دکتر، یعنی اکثر جاهایی که اکثر ایرانیایی که من میشناسن توی شهر یا حالا قدیم یا خانواده ها یا هر کسی به راحتی اجازه میدن که من بخوام
خانواده هاشون رفت آمد داشته باشن، به خاطر اینکه خیلی هم اصول اخلاقی رو رعایت میکنم، هم خیلی پایبند خیلی چیزا هستم که باید میبودم و به قول معروف رفتاری که از خودم نشون دادم رفتار کاملا معمولی و معقول بوده. هیچ وقت نخواستم خودم رو یا از این موضوع سوء استفاده کنم یا خودم رو باعث بشه که مثلا به همه نشون بدم یا به همه ابراز وجود کنم یا همچین چیزی. در نتیجه با شما صحبت کردم و با توجه به این چیزایی که الان شما هم تاییدش کردین، من تقریبا میتونم بگم جواب سوالم رو گرفتم، چون یه دو دلی در دلم به وجود اومده بود که نکنه سالها اشتباه فکر نه کردیم به هیچ وجه اول انجام بدیم به هیچ وجه. شما تصور من با آخر وقتم رسیدم. ببینید عزیز، ابدا هیچ مطالعه‌ای نشون نمیده که این تصمیم درستی با همه گرفتاری‌هاش و یا فرق درست چندانی میکنه و اون انتظار چون برآورده نمیشه تازه با خودش خطرات جدی روانی داره. من حتی آقای دکتر خیلی کسایی رو پیدا کردم که سالهای پیش مثلا 20 سال پیش 17 سال پیش 16 سال پیش عمل کردن و چون سنشون رفته بود بالا دیگه واقعیت رو به هم میگفتن. اکثر کسایی که جدیدن عمل میکنن متاسفانه واقعیت رو نمیگن. تمامی اون کسایی که سنشون رفته بود بالا اتفاق نظر داشتن که شما بهترین کار رو هیچ وقت انجام دقیقا. نه من باورم این است که در حقیقت انتخابی است که در طبیعت شده، عیب و ایراد و اشکالی هم درش نیست، این رو به همون صورتی که هست باید بپذیریم. یه جمله خیلی قشنگی نیچه داره در کتاب چنین گفت زرتشت، میگه بدبختی انسان از اون روزی شروع شد که خواست بیاد امور طبیعی رو غیر طبیعی جلوه بده و بنابراین اصلا ازش بگذرید عزیز، یعنی اصلا به دنبال اون نباشید و امیدوارم همه چیز بگذره. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون. شک کوچیکی هم که داشتم شما برطرفش کردین و لطف کردین. ممنون از وقتتون. خوشحال شدم با صحبت کردین. مرسی از برنامه خودتون.